شما هم بتونیم در برنامه استفاده بکنیم. جناب مشیری به شما سلام عرض میکنم. درود بر شما دوست گرامی آقای فروزنده و درود به هموطنان گرامی بینندگان شما در سرتاسر گیتی. جناب مشیری قبل از که سوالم رو مطرح کنم، زایات یعنی اصلا با سوالم هماهنگه، این فیلم آخری که از عطر و بوی زن در این صحنه بسیار زیبا دیدیم، این ملا نشسته بود و صحبت میکرد، این واقعا تمام درک ملاست از مسائل امروز کشور ما؟ کجاییم و در این 36 سال و قبل از اون حضور روحانیت چه ضایعاتی برای کشور ما ایجاد کرده؟ میتونیم اینا رو بر بشماریم؟ والا آقای فروزنده این سوال بسیار مشکلی است دوست عزیز. تو در هیچ زمینه و در هیچ بعدی از ابعاد جامعه ایرانی و طبیعت ایران نیست که ضایعات نباشد. بنابراین برشمردن ضایعات حاصل از بیخردی و جهالت این ملایان بیش از آن است که بشه بر توضیح داد. این آقا حالا صحبت از گویا بو میکرد، عطر و بو، یک آخوند دیگری خواندن که فتوا داده است که خانمایی که باسن بزرگ دارن واسه تحریک مردان میشوند و باید سیلین باسنها رو کوچک کنن یا اونقدر لباس بپوشن که باسنها محفوظ برن. شما یکی علت عمدش کنترله، یک دو این ملایان در هیچ زمینه ای هیچ دانشی ندارن هیچ گونه. من یه برنامه تلویزیون دیدم که در برنامه خودم پخش کردم، هموطنان هم میدانم میدانن، یک مجری تلویزیون یه آخوندی رو آورده بود که حتما دزد میلیونری است، حتما اعوان انصار بسیار دارد، حتما مورد تایید حضرت رهبر است و اینها. یه ازشو میپرسید بین 1000 و 1100 یه عدد بگو، میگو 1535 1300. بالاخره نتوانست بین 1000 تا انقدر اینا بیشعور هستن و انقدر اینا جاهل هستن. و من میخوام خدمت شما عرض کنم این امروزی نیست. شما پیدا نمی کنید از اقلای مملکت، هر فرزانگان، از نمیدونم اقلای نخستین تا امروز که کسی اینها رو آدم حساب کرده باشه، اینها رو یک مش مولانا که اینها رو خر حساب میکنه. در واقع اینها همون قشری که میگوین لغت درست نیست. هیچ یک از فرزانگان ایران، از بزرگان متصوفین، از ریاضیدانان، شعرا، منجمین، بزرگان سیاست، هیچ کس ما ندیدیم که در منشآت خود از اینها ذکر خیلی کرده باشد. اینها رو آدمهای قشری بی سواد میمانند که مولانا میگوید گاو در بغداد آید ناگهان، میرود از این سران تا اون سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه، او ندیده جز که قشر خربزه. یعنی اینها رو مانند حیواناتی میدانند مثل گاو که وقتی در بغداد و اون زیبایی که اون روزگار بود و اون شکوهی که بازار بغداد داشت و گوهرهای درخشان و آثار هنری و هزار گونه هنر حاصل ذوق انسانی بود، پوست خربزه رو میبینه. این است که تشبیهات و استعارات بسیار در باب حماقت اینها همواره بوده و امروز هزاران برابر شده است به دلیل اینکه قدرت در دست اینهاست. آقای فروزنده گرامی، مشکل ما استبداد هست. این مهملات رو آخوندهای مسیحی هم میگویند. من به یاد دارم وقتی که اون ساختمان‌های بزرگ نیویورک رو زدن، یا آخوند مسیحی آمده بود در این کشور آمریکا، میگفت این هموسکسوال‌ها باعث شدن این خشم خدا بشه. این است که آخوند یعنی آدمی که عقل کم دارد و طمع زیاد و مهمل زیاد در چنته دارد برای عوام. شگفت‌انگیز واقعا ما در داغ درد استبداد داریم، استبداد آخوندی. این هست که بایستی بکوشیم بتوانیم این شر این استبداد تاریک و ملعون رو از سر مردم و از سر خاک مقدس ایران کم بکنیم، وگرنه اینها روز به روز در تزاید هستن و چون در هیچ علمی تخصص ندارن و در هیچ موردی نمیتوانن اینها اظهار نظر بکنن چون هیچ نمیدانن و به اینها در فضیه قم چیز این است که مرتب به سر زنان میزن. یعنی در واقع تنها چیزی که در دستشان مونده کنترل زنان و موضوع جنسیت و قضای از این دست. در باب باکرگی صحبت میکنن، دیدن یک
شعر بسیار بسیار نیرومندی هادی گفته است، آقای هادی خرسندی، این مرد ملی و این شاعر بزرگ، واقعا طنز پرداز بزرگ در باب این آقا که سخن از باکرگی کرده که 74% از دخترها که به شوهر میرن ازدواج میکنن باکره نیستن، که شعر میگوید این مرد حسابی تو این آمار از کجا، به تو چه ربطی دارد و اینها. اینا با همه چیز شما مجلسی رو اگه بخوانید، برای اینکه شما همیشه به یاد این آخوند باشید و اون کنترل روانیش رو برای شما داشته باشد، در مستراح رفتن هم چندین صد حدیث هست که شما به بیت الخلا هم که وارد میشوید قیافه آقا در نظرتون باشد، که یکی هست که ناظر بر این عمل من است. اینها کنترل است در واقع، و این فضولی ها که میکنند بیعقلی و جهالت هم البته پایه های اصلیش است. این است که باعث تعجب واقعا نیست، از این بدتر هم خواهد شد. خب آقای مشیری، چقدر خوب شد این نکته رو فرمودید. چطور میشه از دست اینا خلاص شد؟ یعنی واقعا گذر از روحانیت، گذر از آخوند چطور برای جامعه ایران اتفاق میفته؟ ببینید این عنوان غلطی است. اجازه فرمایید. گذر از روحانیت عنوان غلطی است. اجازه فرمایید آقای دارمه. به جز توضیح میدم خدمتتون. چون اروپا هم از روحانیت گذر نکرد، این آمریکا هم از روحانیت گذر نکرد. دندان تیز خونریز جاهلانه آخوند رو کشید و گفت برو هر کار میخوای بکن. بنابراین باید گذر از استبداد آخوندی باشد، نه گذر از روحانیت. بسیار خوب، گذر از استبداد آخوندی. بله. آخوندی که امروز در ایران اصلا فکرشو نمی کرد در بله. یک حادثه‌ای که در سال 1357 اتفاق افتاد بله. رسید به همه چیز، یک نفر هم نرسید، یک تیم هم نرسید، آخوند به معنی مطلق به همه چیز رسید، ایران رو بین خودشون تقسیم کردن و توزیع کردن. بله. و امروز ما یک نوع ملوک و طوایفی آخوندی در ایران داریم. در بسلوش. قم مصباح یزدی رو داریم، در خراسان آیت الله طبسی رو داریم، در شیراز کس دیگه ای رو داریم، در اصفهان فرد دیگری است، و در هر نقطه از ایران اینها به هر حال یک حکومت ملوک و طوایفی آخوندی به وجود آوردن. خب مافیاست در واقع. بسیار خوب. خیلی گسترده تر و قوی تر از مافیا. بله، مافیای بزرگی است. بله، مافیای بزرگ و مدرنی است و با این همه امکانات و ثروت. چجوری باید از این مرحله عبور کرد؟ اگر ما بخوایم فقط متکی به آموزش باشیم و چیزی از کشور ما نمیمونه. ما در یه منطقه هستیم که یه دفعه یک شبه در چند ماه یک گروه وحشی به نام داعش ظهور پیدا کرده. چه کار باید بکنیم؟ ادامه حضور آخوندها در ایران آینده خوبی رو برای ایران رقم نمیزنه. آقای فروزنده، ببینید، من و شما بلنگو دستمان هست. ما نمیتوانیم در واقع نسخه بنویسیم که چه کار باید کرد. میتوانیم نظرمون رو اعلام. درسته. بله، ببینید، ما در مقطع انقلاب، شما سخن گفتید که من، اولا که بسیاری از هموطنان زنگ میزنن به من و از شما سپاسگزار هستم به واسطه شیوه حرفه‌ای و ادب جبلی که در کار شما هست، خواستم به عرضتون برسونم. بسیار مرسی. دومی که یک در واقع سخنی بود که به لحاظ تاریخی اشتباه بود فرمایش شما، که فرمودید خمینی آمد اینها رو برسون. نه، خمینی به اینها به قدرت نرسان. وضعیت استبداد قبل از آمدن خمینی بود که اینها رو به قدرت رسان. ببینید، یک جامعه به مثابه یک بدنی است که یک امیون سیستم داره، یعنی یک نیروی دفاعی داره، گلوبول‌های سفید. به معنی که میکروب وارد میشه، اینا وارد عمل میشن، جنگ میکنن. مملکت ما در اون مقطع هیچی نداشته عزیز من، هیچی نداشته، هیچ نیروی دفاعی، نه سواد سیاسی داشته، نه روزنامه داشته، نه احزاب سیاسی داشته، نه رجال سیاسی داشته، نه مجلس داشته، نه ارتش ملی داشته، نه روشن فکران داشته. بنابراین برای نخستین بار ما باید این سوال رو از خود بکنیم که چگونه است این آخوندی که حداقل مدارس طلبگی در مملکت ما بیش از 1000 سال است که در جریان هست، و این آخوندها بیش از 1000 سال است که این لباس منحوس کثیف به تنشان هست،
و تعدادشون در روزگاری بیشتر هم بوده، چگونه است که قدرت حکومت در دست نه، چگونه است از قرن 20 به آخر قرن 20 به جهت اینکه همواره این مملکت نیروی دفاعی داشته، بارها عرض کردم مردان بزرگ داشته، رؤسای قبایل داشته، در عصر جدید مشروطه داشته، قانون داشته، همه اینها بر افتاده بود، هیچی نبود. بنابراین این نیست که خمینی اینها رو به قدرت رسوند. سیستم پیشین، شرایطی که سیستم قبلی ایجاد کرده بود، دوست محترم، این یک مطلبی است جهانیان از این مطلع، هیچ در مملکت نیروی مقاومت نبود. اصلا خمینی گمان نمی‌کرد در وحشی ترین آرزوهاش که بتواند به قدرت برسد. در اون خرداد نمیدونم چیز خرداد 42 هم نهایت چیزی که خواست که آقا قانون اساسی رو اجرا کنید، ما آدم میفرستیم، شما آدم رسید قانون رو اجرا کنید، قانون اساسی رو اجرا کنید، ولی خبری از قانون اساسی آخر نبود. این است که مطلقا و ابدا خمینی تصور نمیکرد به هیچ وجه من الوجود بنی آقای بنی صدر حی حاضر. یه جایی گفتن وقتی که آقای بازرگان اومد دیدن خمینی، گفت شما فکر میکنید که پادشاه مملکت با اون ارتش ول میکنه برود؟ خمینی هم باورش شد که اصلا میسر نیست چنین چیزی به این سرعت این رژیم سقوط بکند و این ارتش بیاد تسلیم چهار تا آخوند بشود و اینها. باری امروز باید چه بکنیم؟ امروز کار بسیار مشکلی است. این براندازی آخوند نیاز به احزاب سیاسی، تشکیلات سیاسی، عزم و اراده ملی دارد، با یک تلویزیون و برنامه تلویزیونی که ما نمیتونیم رژیم رو عوض کنیم. که عزیز من، ما میتوانیم اطلاعات صحیح و درست بدهیم، دروغ به مردم نگوییم، دردها رو مطرح کنیم. بسیاری از این برادران ما که دانشی دارن یا اطلاعی دارن از اوضاع اخیر ایران، هنوز میترسند حقایق امور رو بیان کنن، از دو سوی دهان صحبت میکنن. آقا و بیشتر من 65 سال مثل بنده بودن، آقا ما دیگه روغن ریخته رو داریم خرج امامزاده میکنیم، از چه چیز میترسیم؟ بایستی حقایق عریان به مردم بیان کرد، بایستی به مردم امید داد، بایستی نیروهای دموکراتیک در مملکت پشتیبانی کرد، اینقدر منم نزد. و در واقع این تعلیمات درست و صحیح و این فشارهایی که در اطراف هست، این جامعه رو به نقطه جوش میرساند، دیگه جامعه هم دیر به جوش میاد. آقای فروتنه، ما ببینید چند انقلاب داریم، همش با کودتا سرنگون شد. یک جنبش مشروطه داشتیم، بسیار زیبا بود، آقا روشنفکر مشروطه، روشنفکر واقعی بود، جهانی میدید، ایرانی میاندیشید. در اصلی که این اتفاق، ما یه روشنفکر در مملکت ما نبود که بشه باید گفت این آقا روشنفکره، یک مشادم دروغگو مثل علی شریعتی بودن که اینا اصلا دیوانه و بیعقل بودن، بی انداز آدم بیعقلی بود. ما دیمونجه مشروطه داریم، کودتای محمد علی میرزا، هنوز کودتا میرزا رو میلیون شکست دادن، کودتای 1299 علیه ملت، البته کودتا تعریف کلاسیک ده. بعد ما میرسیم دوباره کودتا در مجلس پنجم برای سرنگون کردن مشروطه، دوباره میرسیم به کودتای دیگر، یعنی در بین سال 1322 ما باز صاحب مجلس شدیم، صاحب سیاسی شدیم، صاحب احزاب سیاسی شدیم، روزنامه های متنوع، آزادی بیان و قلم، چه مایه دانشمندان خوب داشتیم، چه مایه متفکران خوب داشتیم، فراکسیون های مختلف مجلس داشتیم، باز کودتا بعد از کودتا، بعد دوباره انقلاب شد. در واقع مردم ایران در اون مقطع برای اسلام که نبود. بپرسید از مردم آقا شما برای اسلام بیرون آمدید، آیا کمبود نماز و روزه داشتید؟ آیا کمبود حج داشتید؟ کسی برای آزادی و حاکمیت ملی بود که آمد. خمینی کودتا کرد، البته بله، یعنی بسیار خوب، اون چه مردم میخواستن رو میگفت، آزادی، برابری، تساوی زن و مرد، آزادی احزاب چپ، همه اینها مناطبی است که در سخنان او، چه در اون نفلشاتو، چه در اون گورستانی که آمد در روز اول، مطلقا صحبت اسلام نبود. اما وقتی دید زمینه بازه، باورش شد و کودتا کرد. و اون کودتا در واقع قبول نکردن مجلس مؤسسان و آوردن آخوندها بود. و از روزگار خمینی تا امروز هم دو سه کودتای دیگر شده است. یعنی مردم ما پیگیر برای آزادی به پا خواستن، متاسفانه به دلایل مختلف که بحثش بسیار مفصل است، ما دست نیافتیم به آزادی. اما این ظرفیت در مردم ما از 150 سال پیش و این پتانسیل آغاز شده،
ایران بسیار متفاوت است با عراق که هرگز در تاریخش روشن فکری نداشته این عراق، یا فرض کنید سوریه که همیشه استبدادی بوده، روزگارانی به مدت 600 سال زیر دست عثمانی ها بوده کم و بیش. این است که ایران ما، مردم ما مردم متفاوتی هستند، مردم ما مردم پیشرفته و دانایی هستند. این است که با گفتگوی درست و همون نقطه جوشی که عرض کردم، در اون نقطه جوش هست که همه تعلیمات درست صحیح اونجا خودش رو نشون خواهد داد و مردم این بار دیگر نخواهند گذاشت که بیقانونی بر مملکت حاکم شود و کودتای دیگری کوشش آزادی رو باطل بکند. این هست که این عزم اراده ملی میخواد، تشکیلات میخواد، روشنفکران بیرون از مملکت بایستی با هم متفق و متحد باشند و اونقدر در اندیشه خود نباشند. این منیت ما رو خراب کرده. آقا این خودخواهی ها چگونه است که این تو تاریخ مملکت عرض کردم دو حزب بیشتر در پرونده تاریخش نداره که به معنی اخص کلمه حزب باشد. عرض کردم یکی اسماعیلیه بوده، یکی حزب توده، حزب توده هم مدیریتش از جای دیگر نیامد. یعنی در واقع ما هیچ موقع نتوانستیم یه حزب درستی، این داستانی که در مقطع مربوط به بیرون کردن انگلیس ها و سنت نبود هم اونجا گفتن جبهه. بنابراین ما بایستی که بتوانیم تشکیلات سیاسی از همه گروه های مختلف با مشترکات مهر به میهن و مهر به عدالت و در مهر به آزادی و حاکمیت ملت بایستی یک حزب بسیار فراگیر و بزرگ خارج کشور تشکیل بشود. این باعث شما دیدید مردم اصفهان بدون اینکه رهبری داشته باشن آمدن در رودخانه، در اون رودخانه خشک، در اون جایی که برای هزاران هزار بلکه میلیون ها سال احتمالاً این رودخانه در جریان بوده و شهر اصفهان به خاطر این رودخانه ساخته شده، در کنار رودخانه ساخته شده، آمدن بیرون. بنابراین مردم آماده هستن و این الیت جامعه است که همواره ما نمیتوانیم منتظر بشویم که همه ایرانیان 80 میلیون نفر دکترا بگیرن در حقوق سیاسی تا ما بتوانیم. آقا چنین نیست. شما به هندوستان نگاه کنید، ما هندوستان رو باید مدل کنیم، نگاه به مغرب رو فراموش کنید. این فرنگی معاوی برای ما دردسر شد، چه در روزگار استبداد، الان هم که یک گرایش هاست به روزگار نمیدونم محمد آل او، از اینجور داستان ها. این هست که بستگی به خود ما مردم دارد. آقای فروزنده گرامی، من به تنهایی که نمیتوانم نسخه بنویسم و یا جناب عالی، این هست که درد ما کوشش هست، هر کسی به قدر تواناییش بایستی برای آزادی کشور بکوشد. آمریکایی میگوید سیاست لوکال هست، یعنی شما مجبور نیستید که در تهران باشید تا بتوانید به مملکت خدمت کنید، در هر جا که هستید میتوانید سیاسی باشید و کار انجام بدهید. این هست که ما یک خاصیت تاریخی هم داریم، وقتی کوشش هامون آواره میشود به قول اون شاعر، درون گرا میشویم و ساکت میشویم و میرویم در منزل و منتظر فرصت مینشینیم. این خاصیت ما بوده است از روزگار قدیم، با این تفاوت که در روزگار قدیم می نشستن وقتی ناراضی میشن دولت، می نشستن ساکت تا یک نیروی خارجی حمله بکند، اون موقع کمک دولت مرکزی نمی کردن. این ماجرا در روزگار هخامنشی اتفاق افتاد، در روزگار ساسانیان اتفاق افتاد، در روزگار خوارزمشاهیان اتفاق افتاد، در روزگار صفویان اتفاق افتاد. اینها این است که ما در واقع یک فرهنگ هم پشت سر داریم از این داستان ها. اما امروز با این وضعیت دنیا به طرف پیشرفت و ترقی عرض کردم، حالا داستان خاورمیانه داستان دیگری است، اما مردم ما چندین بار است برای آزادی قیام میکنند. هیچ کس تا حالا برای دین انقلاب نکرده است. دین برای بهبود وضع دنیایی انسان است، وگرنه شما میتوانید دین رو به هر وجه در یک قارم که باشید این عرض کنه که مسائل عبادیتون رو به جا بیاورید و خداپرستی هم بکنید. کسی برای دین، من خیلی تعجب میکنم از این برادران ما که اینجا و اونجا هی میگن انقلاب اسلامی. چه انقلاب اسلامی؟ بنده از روز نخست که این سر صداها بلند شد، البته در واشنگتن بودم، اما شاهد این بودم که مردم برای آزادی و برای قانونمندی و برای قانون مشروطه اینها تمام وعده بودم بیرون. این است که بعد یک مرتبه پیدا شد به جهت اینکه رجل سیاسی دیگری لیدر نبود در کشور، باقی نمانده بود کسی. این آقا به واسطه مخالفتش با شاه به سال 1342
یک اعتبار دروغینی به دست آورد که اعتبارم خود رژیم به او داده بود. این آدمی که شورش کرده بود آورده بودن در یک خیابانی در شمال تهران، یک ارتش سرلشکر دم در دربان گذاشته بودن، دو سه سرلشکر هم بیرون مواظب این در. بعد اون آقای مقدم بود که بعد شد رئیس ساواک و اینها، رفته است اونجا نشسته است که حضرت آقا جناب عالی آخه در سیاست دخالت نکنید، سیاست این مکالمه است که بین او گذشته و خمینی. آقا سیاست کار کثیفی است، بذارید ما انجام بدیم. این هم مرد جسوری بود که بعدش که آقا این حرفا رو نزنید، مملکت قانون دارد شما رو زندان میکنن. خود اینها او رو برکشیدن و بعد علم میگوید اعلی حضرت اجازه بدید ما بفرستیم به همون دهات خراسان، دهات خود ما بیرجند، اونجا این محاصره ما باشد در اونجا و نتواند فتح کنند. میگوید نه اینو باید بفرستیمش ترکیه. در واقع خمینی را خودشون پروراندن، وگرنه این یک تن آدم که نمیشد. منتها در اون مقطعی که مردم بیرون آمدن و خسته و بیزار شده بودن، این مردم ایران بودن که بیرون آمدن، ما از روسیه که آدم نیاوردیم، حالا راست یا بد خوب یا هرچه، خسته شده بودن دیگه از وضعیت موجود، یه روزنامه نبود برای خواندن. این است که کسی دیگری نبود، ناگهان این آقا پیدا شد و بعد این آخوندها رو، این قسمت فرمایشتون درست بود از اونجا، اما منشأ و سرچشمه چیز دیگری بود. به بعد آمد و گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این است که اینا رو حاکم کردن. این است که وظیفه مردم هست که البته این داستان کله و دمنه رو من که دوبار عرض کردم که داستان همسایگی جغدان بود و کلاغ ها، به این کلاغ ها اینا رو میکشتن. اینا میگوید آقا اگر نمیتوانید پس اینها بر بیایید، لاقل با اینها دشمنانه زندگی کنید، این آخوندها رو دعوت نکنید به این مراسم، احترام به آخوند نگذارید، اینا ما جنایتکار شقی هستن که مملکت بزرگوار ما رو به انحطاط بردن. آقا یه بابایی رو بردن اعدام کردن، آقای فروزنده شما گوش کنید ببین، اینو من امروز دوست محترم شنیدم، الان اون داره برنامه بردن دار کشیدن، بعد بردن سردخانه، بعد دیدن آقا زنده شد. خب اینا حکمشون اجرا کردن، آزادش کردن، بعد از یه مدت باز دستگیرش کردن، میخوان دوباره اعدامش کنن. بله بعد از بعد از 20 سال تازه پسرش، البته پسر کیسه دوخته، برای اینکه میگوید که به من 500 میلیون تومان بدین تا اینکه من دوباره رضایت بدم و دوباره رضایت بدم. یه جور کار عجیب غریب. همین قوانینشون شما در نظر بگیرید، آخر این داستان قصاص دیگر چه چیزی است؟ این مال اعراب بیابانی بود پدر. این آقای مشیری قبایل مثل یک خانواده بودن، یکی از یک قبیله کشته میشد به مسابقه در آقای مشیری چگونه ارز کنم مصیبت کل قبیله بود. این است که امکان داشت بر سر یک موضوع کوچک بین دو قبیله قرنها جنگ کنه، آقا یه کسی کشه که بینه اون بکشه. این یه حکم بیابانی است، این یه حکم بیابانی است. آقای مشیری شرایط نسبت به 36 سال پیش تغییرات اساسی کرده. بسیار خوب، آنچه که در مورد سال 36 سال پیش بوده، هر چی بوده، امروز 36 سال ازش گذشته و این بلد. رژیم آمده روی استبداد قبلی رو به نظر من سفید کرده. یعنی این که امروز میگن که این که میگن نور به قبر محمد رضا شاه پهلوی بباره، این یه چیز عمومی است که میگن، به خاطر اینکه در مقایسه با اون چه که بر سرشون در این 36 سال آمده، مردم در شرایط بهتری زندگی میکردن. حالا البته مسئله این آقای مشیری که ما تا اولا من هم مثل شما معتقد نیستم اصلا وظیفه ما نسخه نویسی است، ولی ما به عنوان دوتا ایرانی میتونیم نسبت به مسائل کشورمون نظر داشته باشیم، حرفمون رو کسی به عنوان نسخه تلقی بکنه، خب حد اکثر اختیار رو داره که این نسخه رو نپیچه، نره داروشو نگیره، ولی این حق اظهار نظر، حتی اظهار نظر پرت رو از ما سلب نمیکنه، برای اینکه فقط در دیالوگ هست و در گفتگو هست که جامعه جلو میره، افراد رشد میکنن. خب امروز واقعا مشغله ذهنی من اینه، با این شعارهایی که ما داریم میدیم، ایجاد حکومت، یک حکومت لائیک سکولار، سکولاریزم در همه جای دنیا کار میکنه ولی در رابطه با آخوند شیعه و فرد مسلمان کار نمیکنه. ببینید دوست عزیز، چرا کار کرده؟ نگاه کنید به ترکیه،
کار کرده. بله، اسلام دین نیست آقای فروزنده، اسلام یک حزب فاشیستی سیاسی است و من این رو با قاطعیت اینجا عرض میکنم که آخه ریلیجن داره معنی است. بنده در این صحبتی که داشتم در این اینجا در دالاس تگزاس هم عرض کردم، اسلام ریلیجن به معنی حقیقی کامل کلمه نیست، یک رویه ای دارد که به سرقت رفته از کتاب های یهودی هاست در واقع، و مبالغش دزدی شده از اندیشه های مزدک هست و روی هم یک رنگ فرهنگ عربی هم به اون داده شده، اما یک حزب بسیار فاشیستی سیاسی است. این است که از نظر درست می‌فرمایید، اینها خودشون رو به خصوص ملایان شیعه خودشون رو جانشین امام زمان و حاکم بر جهان می‌دانند و فزون بر هزار سال است که اینها تمام پادشاهان گیتی رو قاسبین می‌دانند، قاسبین حکومت، که حکومت حق مولای متقیان بود دست و بچه‌های او، و اینها حتی در عصر مشروطه هم که یکی دو نفر از بزرگان اینها کمک میکردن به روشنفکران و اینها آمده بودن که اصلا وکالت عامه حرام است، کسی حق نداره وکیل انتخاب کنه، ما اینجا نشستیم از جانب امام زمان تعیین تکلیف میکنیم برای مردم. صحیح میفرمایید، اما بایستی دید مردم ما چه میخواهند، ملت ایران چه میخواهد. اینجاست قضیه تعیین کننده، اینجاست دوست عزیز. اینها هم اعظم سرمایه های مملکت رو لایه به لایه صرف استخدام سرکوبگران و چاقوکشان کردن برای نگهداری خود. اما میخوام خدمت شما عرض کنم که اینجور وسائل و لوازم سبب تداوم حکومت اینها نخواهد شد، یعنی زور تا جایی جامعه رو پیش میدود. همین مردمی که جمع شده بودن در این زاینده رود خوش نشانه این هست که مردم ناراضی هستند. شاید از هر 10 نفر ناراضی 1 نفر آمده بود، اما ناراضی هستن. عرض کردم بایستی ایرانیان به ویژه ایرانیان خارج کشور به جای حرف زدن یک تشکیلات حزبی مدرن داشته باشد که بتواند در واقع یک چراغ راهنمایی باشد و کمکی باشد به کوشندگان داخل کشور. خب چطور میشه این نهاد رو به وجود آورد؟ این نهاد رو چند تن از الیت جامعه واسه به وجود بیارن آقای فروزنده، یعنی کسانی که مردم به اونها اعتماد دارن، کسانی که دروغ نگفتن، سابقه سیاسی بد نداشتن، متناسب با وضعیت روز سخنشون عوض نشه. اعتماد سازی شرط اول کار سیاسی است آقای فروزنده، یعنی تا مردم به شما اعتماد نکنن به سخنتون هم گوش نمیکنن. بنابراین چند تن از برجستگان جامعه ایرانی بایستی بتوانند تشکیلات این چنین به وجود بیاورند و مرامنامه‌ای باشد و در واقع گروه های مختلف به مقاصد مختلف حزبی همکاری بکنند تا بشود این تشکیلاتی ساخت. کنفدراسیون دانشجویی بزرگترین کنفدراسیون دانشجوی جهان بود، پولی هم نداشت، نوش بچه ها بودن، بچه های دانشجو بودن، کار میکردن تو همبرگر فروشی اینجا اونجا، این مبلغ از پولشون هم. من یک آدمی میشناختم اسمش هم موسا بود، آشپز بود، فکر کنم که در یکی از رستوران های آشپزی میکرد، اما این نصف حقوقش رو به کنفدراسیون میداد. و چه شد؟ ببینید همون کنفدراسیون بسیار کارساز بود در همون روزگار در مبارزه با استبداد. حالا بقیهش چی شد و نتیجهش چی شد اینها اصلا مد نظر نیست، این مغالطه است. هر جا استبداد هست بایستی باش مبارزه بشه. حالا اگر استبداد بدتری آمد دلیل نیست که اون یکی خیلی خوب بود، اگر خوب بود که میمان. این است که ما اعتبار و کردیت به استبداد نمیتوانیم بدهیم آقای فروزنده. مطلقا و ابدا استبداد ارزش نداره، مطلقا و ابدا استبداد فاسده. حالا تاج به سرشه فاسده، نعلین به پاشه فاسده، فاشیست فاسده، کمونیست فاسده. هر کس آمد و قدرت سیاسی مملکت رو و ملت رو از دیگران گرفت به خودش نسبت داد، اون فاسده و درد ما درد استبداد بوده عزیزم. آقای مشیری، در این مورد با هم توافق داریم که استبداد سیاسی در ایران قیمت گرونی رو همه ما بابتش پرداختیم، ولی جناب مشیری
36 سال از اون دوران استبداد گذشته، 36 سال استبدادی مخوفتر و هولناکتر بر کشور ما حاکم شده. بنده متوجه هستم، عرض من این هست که استبداد چاره درد ما نیست آقای فروزنده گرامی. قبوله، ما هم در این دو انقلاب بزرگ و چند انقلاب کوچک با این آقای مشیری سر استبداد رو چجوره باید به سنگ کوبید، استبداد آخوندی رو چگونه باید از پادر رو برد، چه چیزایی رو باید ازش گرفت و اختش کرد؟ خب من عرض کردم، حرف دیگری ندارم عزیزم. اگه من فرمانده سپاه بودم یه 400 هزار نیروی مسلح در مرز داشتم خدمتتون عرض میکردم. این است که ما فقط میتوانیم حرف بزنیم و به جای حرف سیاسی زدن که هیچ راهی برای مملکت نیست، بهتر از آموزش صحیح، یعنی بر مردم ما رو بایستی ما بدونجا برسانیم که در باب حقوق انسانی و ملی خودشان معامله نکنند، در باب دادن رأی معامله نکنند. این اهمیت این مسائل رو ما باید برای کشور ما روشن کنیم. اروپا هم قرنها طول کشید تا به اونجا رسید، یک شبه که نبود عزیزم. این آقای مشیری، از قرن 12 هم شروع شد. جناب مشیری، آیا نباید ما شغل آخوندی رو غیرقانونی اعلام کنیم؟ ما کی هستیم؟ مجلس ملی باست این کارو بکنیم. مجلس ملی کشور. بله، ما به عنوان ما به عنوان گروه آخوندی، ببینید عزیز من، این ما خیلی آرزوها داریم. اگر بنده اینجا دیکتاتور ایران باشم، فردا دستور خواهم داد که هر چه مدرسه چیزی هست به جرم نشر اکاذیب تعطیل بکنن. نه آخوند اعدام خواهم کرد، نه دستور شکنجه خواهم داد. لباس آخوندی رو ممنوع اعلام میکنم و هر کس میخواهد دین بیاموزد تشریف ببرد به دانشگاه تهران، در اونجا بدون این لباسی که مایه بدبختی و ادبار و نکبت شده است رو از تن بدن بیاورد مثل ترکیه و برود و تحصیل دین بکند. این است که این مدارس مراکز فساد بودن، مدرسه حقانی، مدرسه علوی، اینا مدرسه فساد بودن. از یک سو در واقع فراموش نکنیم یک استبدادی هم در مملکت بوده که وقتی ارزمند رو خواهش کنم توجه کنید، هی نفرمایید که حالا این اومده این از اون بهتره، این اصلا سخن باطلی است. ببینید وقتی که راه ها بسته شد، میلیون سرکوب شدن، احزاب سیاسی همه برباد رفتن، تنها جان پناهی که مانده بود همین اسلام بود، وگرنه اسلام تو مملکت ما کاری نبود. قربونتون برم که اسلام در عصر مشروطه با وجود بهبهانی و طباطبایی و سید جمال واعظ و سقط الاسلام و ملک المتکلمی که اینا آخوند بودن و آزادی خواه بودن به مردم کمک کردن، با این وجود سهمی به کسی به اینها نداد، که یک تعارفی کردن که پنج آخوند اینجا چی باشد، که قانون غیر اسلامی که اصلا و ابدا هرگز این اتفاق نیفتاد و این همه قوانین ملی و خوب و سازنده از همون مجلس تصویب شد که آخوند یکیش جلوش رو نگره. بنابراین همین آقای بازرگان که ابتدا حزب نمیدونم چی چیز اسلامی نداشت، که اسلام مطرح نبود، استبداد سبب این شد که آدم های مثل علی شریعتی به وجود بیان، استبداد سبب این شد که گرایش های رادیکال اسلامی به وجود بیاد و اینها از این طریق یک ظرفیت سیاسی شدن. با این همه خلاف آنچه مشهور هست، پیش از انقلاب در حوزه ها خبری نبود، در حوزه ها خبری از سیاست نبود آقای فروزنده دیگه. بزرگترین اینها و راستگوترین اینها آیت الله منتظری بود، منتظری میگه آقا در این حوزه از این خبر ها نبود، فقط این سید روح الله بود که عرض شد که ما هرچی میگفتیم خاموش باش خاموش نمیشد، گفت آقای آیت الله نمیدونم کی، مثل که شریعت مداری بوده یا شاید اون مرحوم سابق بهبهانی، که آقا سید خاموش باش، گفت این ترسیده حالا وقت کاره. ببینید یه همچین آدمی بود، وگرنه بقیت و جیش این آخوندها نه سیاسی بودن نه هرگز توهم چنین داشتن که بتوانن بر مملکت عرض کنم که تسلط پیدا کنن و این قوانین عقب افتاده و این جنایات نگفتنی رو واقعا نگفتنی و بر مردم تحمیل بکنن. این است که وظیفه ما اینجا، بندر سال 1974 که آمدم یک نگاهی به اطراف انداختم، یه شش ماه مطالعه کردم، دیدم آقا ما فقر فرهنگی داریم، ما نادان هستیم بسیاری از ما به حقوق خودمون واقف نیستیم،
آخر این چه نادانی است و این چه بی سوادی بوده است که در مقطع انقلاب روشن فکر تحصیل کرده ایرانی بر روی پشت بام میرفته عکس آقا در کره ماه ببینه. شما فکرشو بکنید، این فقر فرهنگی بوده، آموزش سیاسی نداشته من کشور ما. داشت درست میشد آقا، داشت درست میشد و نشد. حالا اون گذشته رفته، باز من راجبش صحبت نمی کنم که شما نفرمایید که حالا اون گذشته. اما من و شما اینجا که در واقع نمیتوانیم که آخوند سقوط مملکت ساقط کنیم، نمیدونم کشور از جدید بسازیم، اینا برنامه تلویزیونی برای این کارها نیست. برای تلویزیون این است که نهایتا حرف صحیح و درست، اطلاعات بدون تعصب، آموزش های سیاسی و فرهنگی، تکیه بر ایرانیت، همین کاری که بنده کردم مدت 30 سال است که 15 سالش در تیوی بوده و نتایج خوبی هم فکر میکنم داشته است. میخواستم یه سوال دیگر رو از حضورتون مطرح کنم. من بر اساس اونچه که شما گفتید و به هر حال یه جنبندی میتونم بکنم، این است که ما در ایران بعد از جمهوری اسلامی شغلی به نام شغل آخوندی نخواهیم داشت، درسته؟ البته ببینید، به گمان من اگر یک آخوند در سر تا سر ایران گفت یک بز گر گله را گر میکنه، آخوند جماعت کارش سیاست مملکت داری نیست عزیزان. آخوند بایستی بره و در مسجد آخوندیش رو بکنه. اینها وظایفشون مربوط به قبر و بعد از قبره. یک چیزهای سنتی مثل عقد و نمیدانم اینجور چیزها، بعض معاملات و موارد مربوط به طلاق و این حرفها بود که در روزگار قدیم هم که دادگستری مدرن بر کار بود، باز اینها رو یک سره از کار بیدار نکرده بودن. یعنی اگر دادگستری در یک امری به مشکلی میرسی در قضاوت میفرستاد پیش آخوند، یا بعض قضایا هنوز در دست اینها بود مثل موضوع ارث و قضایای قوانین طلاق و اینها، خب فرهنگی بود، مملکت هم اسلامی بود، اینها هم باز آخوندها یه دستی داشتن. آخوند به هیچ وجه من از وجود در سر تا سر مملکت نباید صاحب شغل باشد، یعنی شغل سیاسی در آخوند نباید داشته باشد. آخوند هم باید آزاد بشه بره کار خودشو بکنه. اما دخالت در سرنوشت ملت نمیشود با این دروغهای تاریخی و دروغهای آسمانی کرد. این یک امری است که بر دنیا مسجل و محرز شده است که چنین چیزی میسر نیست. بنابراین تمام کشورهایی که به جای رسیدن، شما وضع خودمون رو مقایسه کنید آقا با وضع هندوستان، من راه دور نمیرم، وضع خودمون مقایسه کنید با وضع ژاپن. آقا در دولت هند یه روزگاری بود، حالا نمیدونم، من مدت‌ها سیاست هند رو دنبال نمی‌کنم، رئیس جمهور مسلمان بود، دکتر عبدالکلام. بعد آقا می آمدیم نخست وزیر که رئیس امور اجرایی کشور یک سیک، اون یکی وزیر یک مسیحی. آقا زیبایی در این هست، نه اینکه آخوند بیاید و تمام مشاغل مملکت رو کنترل کنه، تمام فرزانگان و متخصصان ایرانی رو بیکار کنه. سالی 180,000 مغز بیدار ورزیده ایرانی که صندوق بین المللی پول میگوید برابر است با سالی 50 میلیارد دلار به مملکت زیان بزنه بابت اینکه چند بیشعور از خدا بیخبر که اینا اطلاعاتشون در باب واجبی و نوره کشی و عرض میکنم بستن حنا به ریش و از این جور داستان هاست بیان مملکت اداره کنن. البته که جای نخواهیم داد، نباید داشته باشن. این است که اینها این رو میدانند، این اولین آخرین شانس است. این است که لایه در لایه اجامر اوباش مملکت رو استخدام کردن، چاقوکشان قدیم همه آمدن در استخدام رژیم برای نگهداشت اینها، چون میدن این شانس آخره. اگر که بخوایم یک نتیجه دیگه بگیریم، مراکز تعلیمات آخوندی یعنی مراکز تعلیمات شرعی باید مربوط در داخل سیستم آموزشی رسمی کشور از دبستان و دبیرستان و دانشگاه باید آغاز بشود و در محدوده مصوباتی است که اون مصوبات در نظام آموزش کشور مورد تایید قرار میگیرد و با این ترتیب باید به کار ایجاد مدارس ابتدایی، متوسطه و حتی سطح بالاتر غیر وابسته به سیستم آموزش کشور زیر نظر آخوندها باید پایان داد و این مدارس رو باید مطلقاً تعطیل کرد. بله، این کارهایی بود که میبایست قبل میشد. ببینید عزیزم، در جهان اسلام
ترکیه تنها کشوری است که به واسطه رهبری داهیانه ترک‌های جوان، روشنفکران ورزیده، یکیش آتاتورک بودیم، ما رو میشناختیم، اسمت اینینو، صدها اینها آدم‌های روشنفکر بودن، آمدن گفتن آقا ما شر این قضیه و نفوذ اسلام در ترکیه هزار برابر ایران بوده، تعصب دینی در ترکیه هزار برابر ایران بوده. من میخوام یه مسئله خدمتتون بگم تا ببینین چه خبر بوده. عرض میکنم در زمان نمیدونم شاه صفی یه ساعت سوئیسی میاد در ایران زندگی میکند و میمیرد و اینها با چه احتراماتی مردم چه محبت ها به این میکردن و اینها که برای ما ساعت میسازه چیز جدید. اینها در ترکیه آمدن ریختن گفتن این آقا آمده شغل مؤذن رو بگیره و خراب کنه، اسلام خراب کنه. منظور اینه که انقدر خراب بوده، چگونه است که ترکیه نجات پیدا کرد؟ به جهت اینکه آتاتورک رو احساب او میدانستن امریه کار نمی کند، چون تا شخص زنده است به زخم چماق میتواند امریهش رو بر مردم در واقع تحمیل بکنن. هر کار میکرد آتاتورک از طریق قانون انجام میداد، قانون میبرد به مجلس اعلای ترک اگر میخواست قانونی بشه، خودش فکر میکرد، بعد با قانون دانان مصلحت و شور میکرد و بعد میبرد به مجلس و بعد ضمانت اجرای اون هم نیروی نظامی بود که این آخوندها، چون آتاتورک میدانست به مرزی که بمیرد آخوندها باز خواهند گشت، ارتش ترکیه رو مأمور این کرد که آخوند باز نگردن. در کشور ما رضا شاه هم آدم مترقی بود، از آتاتورک تقلید میکرد، آمد چه کرد؟ امریه صادر میکرد، به امر میکنم عمامه بردارین، امر میکنم کلاه پهلوی بذارید، امر میکنم فلان. اینا از مجلس ملی که نمیگذشت که، اینا امریه های رضا شاه بود، بنابراین خود ایشون کردم امریه هم رفتنشون. این است که این مراتبی که شما میفرمایید رو مجلس ملی و قانونگذاران مملکت با پشتیبانی ملت باید انجام بدهند. ما میتوانیم پیش بینی بکنیم، در بابش صحبت کنیم، این اندیشه رو رایج کنیم البته، اما مرکز تصمیم گیرنده مجلس ملی است، شک نیست. بله، و مردم در باب زبان، در باب عرض میکنم که جزئیات قوانینی که حاکم بر رفتارهای اجتماعی خواهد بود و قانونی، اون مجلس ملی است که مرکز قانونگذاری است، اونها باید تصمیم بگیرن. مطلب دیگه ای که فکر میکنم در آینده مجلس ملی باید روش تصمیم بگیره یا توجه رو جلب کرد این است که حق فتوا به طور کلی باید از نظام مذهبی کشور حذف بشه و حق فتوا باید لغو بشه. وجود هر نوع حقی به عنوان حق فتوا ناقض در واقع قوانین کشوره و جرم باید محسوب بشه. عزیزم جرم باید محسوب بشه، یعنی دخالت آخوند در سرنوشت مردم باید جرم محسوب بشه. هر کسی، نه تنها این، من از این میخوام فراتر برم خدمت شما دوست عزیز و محترم، مصطلحات نظیر کافر، شما بفرمایید فضا کثیف میشه وقتی شما این لغت رو به کار میبرید، انسانیت سقوط میکنه وقتی شما کافر رو به کار میبرید، تارک و سلات و کافر و محارب و اینجور مزخرفات لاتائل که یادگار فاشیسم اسلامی صدر است، اینها باعث استفاده از اینها غیرقانونی بشه، کما اینکه لغت سیاه کثیف در آمریکا غیرقانونی است، اون لغت چند حرفی که من نمیتوانم بگویم اینجا، هر کس اون رو به کار ببره زندان، جریمه. سه نفر سیاه‌پوست رفتن یه جایی در این عرض کنم یکی از این هتل‌های بزرگ عرض می‌شود که به غذا خواستن چند سال پیش، اینها گفت که اون لغت رو به کار برد، لغتی که با نون شروع میشه، شما میدونید که از لغت نیگرو آمده. بله، نیگر رو استفادهش اشکالی نداره. بله. ولی اون یکی اشکال داره، اشکال قانون داره. گفت که این لغت رو به کار برد، 200 میلیون دلار آقا جریمه شد اون هتل دکون کورپوریشن برای استفاده این لغت. بنابراین اینها استفاده این لغات و مصطلحات بیابانی فرومایه ضد بشری باعث اینا غیر قانونی اعلام بشوند. آقای از ادبیات پارسی باعث برن بیرون. بارها من این مطالب رو با هموطنان در میون گذاشتم. از نکته دیگه ای که فکر میکنم که در اگر بخوایم که اون خطوط رو ترسیم بکنیم، چون میتونیم ترسیم بکنیم، بعدن اینا به اصطلاح اضافه و کم میشه، اصلاح میشه،
ولی به هر حال به عنوان یه گایدلاین، یه راهکار، راهنمای راهکار بهش نگاه میشه، این است که ثروت‌های انباشته شده آخوندها، فرزندان اونها و اعقاب اونها، چه در ایران چه در هر نقطه جهان، اونهایی که قابل دسترسی هست باید به خزانه ملت بازگرده. مگر ثروت‌های، اگر آخوندی باشه که کاری کرده باشه، کارآفرینی در کشور کرده باشه، اینها رو باید سازمان‌های تشکیل بدن تا آخوندهایی رو که بیت المال مردم ایران رو به غارت بردن در طول این سالها، با گرفتن الگو از اون چه که یهودیا کردن برای تعقیب نازی‌ها و همه ستمگران به یهودیان در دوران جنگ دوم جهانی، سازمان‌هایی باید تشکیل بشه که اون چه که از ملت توسط اینها به سرقت و غارت رفته بتوانند در طول زمان به ایران برگردونند. بله، شما یه بحث متافیزیکی میکنید دوست عزیز. اولا شما هم بیت المال رو به کار بردین، لغت کثیفی است. آقای خزانه ملت، نبرید بیت المال، خزانه ملت. بیت المال میدونید کجا بود؟ بیت المال کجا بود؟ یک ساختمان گلی بود، اموال مسروقه دزدی مردمی که صاحباشو کشته بودن، ایرانی رومی اونجا جمع میکردن، عربا بعد میریختن قسمت میکردن، رسول الله میجوز قسمت میکرد، علی ابن ابی طالب میرفت قسمت میکرد اموال دزدی رو. اینا رو به کار که کسی دعوت نمیکرد که اموال دزدی اسمش هم گذاشتن بیت المال. باز اینا برگشتن این لغات و مصطلحات واقعا فرومایه و رزل رو به کار بردن. خزانه ملت. آقای مشیری، در این مورد که اختلاف نداریم که اینا مال ملت ایرانه در هر نقطه جهان که باشه. بله. و وظیفه یک دولت ملی است که این سارقین رو شناسایی کنه، تعقیب کنه و به خاک ایران برگردونه و اونها رو محاکمه کنه. خب بله، حالا این هم اینقدر مشکلات قانونی هست که عرض شود که عرض بکنم این بحث ما بحث باطلی است، به جهت اینکه فرض کنید که آقا گریخته به کانادا، یک مش مال هم با خودش برده. خب اول باید ببینیم که اصلا قانون استرداد مجرمین بین دولت کانادا و ایران هست. آیا برای امور مالی یه کسی رو دستگیر میکنن، مثل همون چیز رئیس بانک ملی که در کاناداست برگردانند یا خیر؟ اینها مد نظر نیست آقای فروزنده. چه چیزی پس مد نظره؟ موضوع آزادی ملت است عزیزم. موضوع آن است که حاکمیت این سرزمین متعلق به مردم است و بایستی در واقع برگردد. اینها از مردم به زور گرفتن و مردم رو بسیار خوب باید برگرده به مردم. جان جناب مشیری، منم با شما هم عقیدم، باید برگرده به مردم. همه این حرفا در زمانی اتفاق میفته که حاکمیت اساسش به مردم برگرده. در این بحثی که من و شما داریم، اون بحثی است که با آخوندها چه باید بکنیم در ایرانی که میخواد آزادی خودش حفظ بکنه. چون ایران به آزادی نمیرسه به قول شما تا زمانی که استبداد هست، و به قول بنده تا زمانی که استبداد هست، و بدترین نوع استبداد یعنی استبداد آخوندی. بله، این من اولین برنامه است که از من خواسته میشه پیشگویی کنم. پیشگویی بنده بلد نیستم آقای فروزنده. ما امشب از بحث اصلی بدون من فکر میکنم برنامه، البته شما چون شومن هستید و بسیار به کارتون وارد نیست، دوستدار هیجان شومنشیپ هستید. کار من این نیست، کار من تحقیق هست و روشنگری است. بنابراین امشب هموطنان ما، یعنی امشب در واقع وقتی هموطنان ما این تلویزیون رو میبندن، چیزی در واقع حاصل نمیشود برای اونها. اگر که اجازه داده بودید من از نقش آخوندها در روزگار صفوی و در بعد نادرشاه چه گفت در باب آخوندها و بعد روزگار کریم خان زند و فتح علی شاه و یک رشته تاریخی رو دنبال میکردیم، فکر کنم حاصل این برنامه برای هموطنان کارسازتر بود تا اینکه بنده بشینم پیش بینی بکنم که حالا اگر دولت عوض شد ما مال آخوندا باید چه بکنیم. این وظیفه من نیست، من نمیدونم باید چه بکنیم. مجلس ملی باید تصمیم بگیره که با اینا چه بکنم. اگر ما میخوایم که عده رو راضی بکنیم با این حرفا و گرم کنیم سخن رو، خب این مطلب دیگری است. ولی وقت مردم دارای ارزش است، وقت من دارای ارزش است، وقت شما. این بحث ما کلن تا 80% باطل بود. بسیار خوب جناب مشیری، وقت برنامه آینده رو میذاریم کلن به دوران نادرشاه تا امروز به صفر که شما میخواید، چون آخرین برنامه ما خواهد بود در این مورد و در خدمتون. رو بسیار هم بنده هم جناب مهندس نادر دورمانی
آقای پرویز کاردان و سایر همکارانم هم در تلویزیون اندیشه است که ما سپاسگزارن که قبول کردی که در این ده جلسه با هم باشیم. در جلسه پایانی ما در اختیار شما هستیم کاملا بحث رو به شکلی که مایل هستید خاتمه بدید. از حضورتون بسیار سپاسگزارم و از شرکتتون در برنامه. ممنونم از شما دوست گرامی آقای فروزنده، بسیار سپاسگزارم از دوستانی که زحمت کشیدن به اتاق فرمان و این برنامه رو هدایت فنی کردن و هموطنان گرامی و بزرگوار که توجه فرمودن، از شما خیلی خیلی ممنونم. از همه هموطنانی که روی خطهای تلفن بودن مدت‌ها اما امکان آوردنشون روی صفحه مقدور نشد پوزش میخوام. امیده که در آینده بتوانم این کار رو بکنم. هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.